پرونده کابل بانک محک در مبارزه با فساد. رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کاریش پایان بزرگترین پرونده فساد مالی مهر زد و نهادهای عدلی و قضایی را حکم کرد تا این قضیه را از سر بررسی کنند. در اقدامات ضد کثافت اداری امروز دوسیه کابل بانک از سر به صورت اساسی باز میشه و مورد تعقیب قرار میگیره. کابل بانک حدود 1300 میلیون دلار ذخیره پولی داشت. حدود 9 سال پیش پس از آن که مدیران و سهامدارانش نزدیک به 900 میلیون دلار را به صورت غیرقانونی از این بانک برداشت کردند، ورشکست شد. حکومت پیشین نزدیک به 300 میلیون دلار از این پول را به گونه نقدی جمع‌آوری کرد، در حالی که حکومت وحدت ملی تنها 30 میلیون دلار را به گونه نقدی جمع‌آوری کرده. شاید از این روز که دیدبان شفافیت میگوید با پرونده کابل بانک برخورد سیاسی شده است. پرونده کابل بانک از آغاز تا امروز متاسفانه جدا به شکل سیاسی باش برخورد صورت گرفته و افراد وابسته به زورمندها و سیاسیون که عاملین اصلی قضیه کابل بانک بوده هرگز تحت پیگرد قرار نگرفتند. داستانی کل میگوید پرونده بحران کابل بانک در زمان معین به دادگاه فرستاده شده و مجرمان قضیه به اساس فیصله دادگاه زندانی شدند. در دوران حکومت وحدت ملی هم یک باری موضوع مورد بررسی قرار گرفت. اجراءات نهاد عدلی قضایی در این زمینه نهایی شده. کسایی که عاملین بحران قضیه کابل بانک بودند به اساس فیصله محاکم. پس لرزه های بحران کابل بانک سرمایه گذاران و اقتصاددانان را شوکه کرد، زیرا دادگاه اختصاصی رسیدگی به پرونده کابل بانک خلیل فیروزی و شیرخان فرنود را مقصران اصلی معرفی کرده بود. اما فیروزی قرارداد ساخت یک شهرک را از سوی وزارت شهرسازی به دست آورد و پس از آن در آستانه انتخابات خلیل فیروزی از زندان آزاد شد که منتقدان گفتند پشتوانه سیاسی باعث شد تا فیروزی قانون را دور بزند و همچنان شیرخان فرنود در زندان درگذشت.